اعضای جامعه LGBT با نقض چه حقوقی مواجه هستند؟ قوانین در این باره چه میگویند؟ پژواک، آن سوی رویدادهای روز. اعضای جامعه LGBT در ایران از نظر جمهوری اسلامی تنها در ترنس های زن و مرد خلاصه می شود. در چنین شرایطی قوانین به تضییع کننده حقوق این قشر از جامعه تبدیل شده است. از سوی دیگر نفرت پراکنی علیه همجنسگرایان بارها از زبان مقام های جمهوری اسلامی شنیده شده و مجازات های شدید علیه آنها هم به موازات این همجنسگرا ستیزی همیشه برقرار بوده است. از علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گرفته که همجنسگرایی را شرم‌آور و برخلاف مصلحت و خلقت بشر خواند، تا محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد رؤسای جمهور سابق، تا ابراهیم رئیسی رئیس جمهور فعلی، همه علیه همجنسگرایان نفرت پراکنی کردند. در این برنامه پژواک همراه با ملیکا زر کنشگر حقوق جامعه LGBTQ و از اعضای شش رنگ از آلمان موارد نقض حقوق جامعه LGBT در ایران را بررسی می‌کنیم و می‌پرسیم بحث امنیتی شدن موضوع جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در جمهوری اسلامی از کجا ناشی می شود؟ خانم زر، در ابتدا لطفاً در خصوص حقوقی که در جامعه ایران از اعضای جامعه LGBT نقض میشه برای ما بگید. به صورت گسترده اگر که بخوام واقع بینانه بگم، جامعه LGBT در ایران تحت تبعیض و خشونت قرار داره. به چه صورتی؟ به این صورت که وقتی علیه یک جامعه جرم‌انگاری وجود داره، در همین رابطه انگسازی میشه، بر علیهشون نفرت پراکنی میشه، توی محیط آموزشی تحت فشار قرار میگیرن، در جامعه تحت فشار و خشونت قرار میگیرن، به همون اندازه دسترسی به سیستم سلامت براشون محدود میشه و بعد از اون نمیتونن به مراجع قضایی برای رسیدگی به این خشونت ها و تبعیض ها مراجعه بکنن. به همین دلیل شما به همین چرخه یا این زنجیره نگاه بکنید، بسیار منابع، یعنی اصلا منابعی وجود نداره که بچه‌های LGBT بخوان بهش رجوع بکنن. به خاطر همین حق دسترسی به امکانات سلامت و بهداشتی ازشون نقض میشه، حق دسترسی به مسکن، حق آموزش و بسیار بسیار در خانواده، در محیط آموزشی، در مراجع قضایی تحت خشونت قرار میگیرن. در بحث قوانین این مسئله به چه صورت هست؟ در ایران مشخصاً چه قوانینی علیه جامعه LGBT وجود داره؟ ببینید، در بحث قوانین ما جرم‌انگاری رابطه جنسی رضایتمندانه بین دو همجنس رو داریم که از شلاق تا حکم اعدام میتونه مجازات داشته باشه. افراد ترنس اگرچه میتونن قانوناً جراحی تطبیق جنسیت رو انجام بدن، اما هیچ قوانین حمایتی قبل از جراحی یا بعد از جراحی برای این افراد وجود نداره. به همین اندازه پوشش اجباری برای افراد LGBT بسیار باعث میشه که اونها تحت تاثیر قانون حجاب اجباری قرار بگیرن، یعنی نمیتونن پوشش خودشون رو انتخاب بکنن. اگر چیزی خارج از اون پوششی که جمهوری اسلامی برای زن مورد نظر عرف و مرد مورد نظر عرف در نظر گرفته استفاده بکنن، با 72 ضرب شلاق مواجه میشن. به همین دلیل در رابطه در قانون، در متن قانون ما یه سری قوانینی داریم، یه سری جرم انگاریایی داریم که میتونه جامعه LGBT رو تحت تاثیر قرار بده، مثل جرائم اینترنتی که توی اطلاع رسانی و صحبت کردن در رابطه با جامعه LGBT هم توی اون قسمت تاثیر داره روی حقوق این جامعه و باعث جرم انگاری، دستگیری و سرکوب این جامعه میشه. بله. خانم زر، کمی هم در مورد سطح آگاهی و اطلاعات مردم برای ما بگید. چقدر برخوردهای مردم به نقض حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی منجر میشه؟ شما در نظر بگیرید که سالهای سال، یعنی بعد از اومدن جمهوری اسلامی، بیشتر نفرت پراکنی و استیگما سازی علیه جامعه LGBT وجود داره. آموزشی که از منابع موثق و رسمی که دیگه دارن صحبت میکنن از اینکه گرایش جنسی متنوع یا هویت جنسیتی متنوع وجود دارن و طبیعی هستن وجود نداشته. نه تنها وجود نداشته، بلکه اومدن قبیح هم جلوه دادن بحث حقوق جامعه LGBT رو. به همین دلیل آموزش وجود نداشته. وقتی مردم آموزش نمیبینن، نمیدونن حقایق رو که همجنسگرایی به عنوان بیماری حساب نمیشه و یک گرایش بسیار طبیعی، ترنس بودن بیماری نیست و یک هویت جنسیتی بسیار طبیعیه، به همین دلیل مقابلشون افزایش پیدا میکنه. خیلی مهمه که مردم
دسترسی پیدا بکنن به منابع رسمی، منابعی که تحت تاثیر گفتمان حکومتی نباشه. اگر که این اتفاق بیفته، مردم میتونن همراهی بکنن با جامعه ال جی بی تی با توجه به اطلاعات دقیق و موثقی که دارن، مثل خیلی از کشورهای پیشرفته که الان احترام میذارن به حقوق جامعه ال جی بی تی، همراهی بکنن، کمک بکنن که این جامعه هم بتونه هم تو جامعه جای خودش رو پیدا بکنه، هم تو خانواده حمایت بشه و هم از نظر قانونی بتونه تغییراتی رو به وجود بیاره و اون چه که حق ما در ایران هست رو بتونیم بهش برسیم. بحث امنیتی شدن موضوع جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در جمهوری اسلامی از کجا ناشی میشه خانم زر؟ چرا طی سالهای اخیر اینقدر احضار، بازداشت و بازجویی از اونها رو شاهد بودیم؟ این فشارها اصولاً از کجا ناشی میشه؟ در سالهای اخیر جامعه LGBT بسیار تلاش کرده که در رابطه با حقوق و حقایقی که در رابطه با اقلیت‌های جنسی جنسیتی وجود داره اطلاع رسانی بکنه. فعالین مختلف در این مورد اطلاع رسانی کردن، چه در داخل ایران چه در خارج ایران، از طریق پخش کردن تراکت، از طریق پخش کردن بروشور، دیوار نویسی کردن. یعنی این فعالیت‌ها خیلی شدت گرفته در سالهای اخیر. به همین اندازه جمهوری اسلامی احساس خطر کرده، اونا مقابلشون رو افزایش دادن. این مقابله هم از طریق تشکیل گروه‌های برای نفرت پراکنی، مثل گروه‌هایی که توی 22 بهمن میان پرچم شش رنگ جامعه ال جی بی تی رو زیر پا میندازن گرفته، تا اکتیولی یعنی فعالانه نفرت پراکنی کردن مسئولین جمهوری اسلامی رو ما داریم. خب وقتی همچین اتفاق میفته، مردم کنجکاو میشن، میخوان ببینن که واقعا حقیقت چیه. موقعی که کسی میخواد در مورد این حقیقت اطلاع رسانی بکنه، اونجا رو میان درشو میبندن، یعنی میان بحث اطلاع رسانی کردن و آموزش در رابطه با حقوق جامعه LGBT رو امنیتی میکنن که به این واسطه بتونن فعالینش رو دستگیر بکنن، محدود بکنن اطلاعات که توی فضای مجازی میخواد منتشر بشه. اگر روانشناس یا وکیلی بخوان در مورد تبعیض‌هایی که توی قانون وجود داره، سرکوب‌هایی که توی نظام روانشناسی ایران وجود داره که قرار گفتمان دولتی رو پیش ببره، بخوان اطلاع رسانی بکنن، از این موضوع بترسن. از این طریق محدود میکنن گروه بزرگی از مردم رو که میتونن نقش داشته باشن توی پیش برده اهداف جامعه LGBT. به همین اندازه دستگیری ها افزایش یافته. ما مورد ساره زهرا صدیق همدانی و الهام چوبدار رو داریم که به اعدام محکوم شدن به خاطر اینکه اطلاع رسانی میکردن، آموزش میدادن در مورد هویت جنسیشون، آشکارا صحبت میکردن. خیلی تاثیر داره که ما بیایم مقابله بکنیم با این دستگیری، در مورد دستگیری ها اطلاع رسانی بکنیم. اگر که از سازمان های حقوق بشری اقداماتی داره انجام میشه، همراهی بکنیم، در رسانه ها فضای بیشتری اختصاص داده بشه به جامعه LGBT که بتونن در این مورد اطلاع رسانی بکنن، مستقل از اون گفتمان و پروپاگاندای جمهوری اسلامی. نفرت پراکنی علیه همجنسگرایان بارها از زبان مقام‌های جمهوری اسلامی شنیده شده. در تازه‌ترین نمونه هم اظهارات توهین‌آمیز ابراهیم رئیسی رو شاهد بودیم. اگر موافق باشی بریم بخشایی از صحبت‌های او رو بشنویم و برگردیم. زشت‌ترین اخلاق را به عنوان شاخص تمدن در جهان معرفی کنه و اگر می‌خواهد کشوری را متمدن معرفی کنه، با یک شاخص اخلاقی بسیار پست و زشت معرفی می‌کنه، همجنس‌بازی. این دیگه چقدر زشتی و پلیدی است. خانم زر، بخشی از صحبت‌های رئیسی رو شنیدید، مایلم نظر شما رو در این باره بدونم. وقتی می‌بینم که یکی از عالی‌ترین مقامات حکومت که رئیس جمهور میاد در این مورد صحبت میکنه، تنها چیزی که به عنوان یک کنشگر توی این حوزه به ذهنم میرسه اینه که، یعنی مهمترین چیزی که به ذهنم میرسه اینه که ما کارمون رو درست انجام دادیم. ما انقدر در مورد خودمون حرف زدیم که اینا به این شدت احساس خطر کردن. هر کاری که از دستشون برمیاد دارن انجام میدن. میان تو سخنرانی ها از این فرصت استفاده میکنن، نفرت پراکنی میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه مخاطب رو توجهش رو جلب بکنن. مخاطب بره یعنی تحریک بشه، اون همجنسگرا هراسی، ترانس ستیزی که توی جامعه وجود داره رو تحریک بکنن که اگر یک فرد LGBT رو توی خیابون دیدن، جامعه خودش بیاد اونو سرکوب بکنه. یعنی یک شرایط پلیسی توی جامعه بخوان به وجود بیارن. خب این نشون میده که ما داریم کارمون رو درست انجام میدیم. اما
چیزی که خیلی مهمه باید در موردش حرف بزنیم و امید بخش اینه که الان مردم جامعه ایران، مردم جامعه 20 سال پیش ایران نیستن. بیشتر آگاه شدن، به دروغ‌ها و نفرت پراکنی‌های جمهوری اسلامی بیشتر واقف شدن. به همین دلیل بخش اعظمی از مردم دیگه گول اینا رو نمیخورن. به خاطر همینه که اینا همینطور دارن دست و پا میزنن. از علی خامنه‌ای که چند وقت پیش سخنرانی کرده بگیر تا رئیسی، از هر فرصتی که به دست میارن برای نفرت پراکنی استفاده میکنن. اما نکته مثبتش اینه که هم ما جلوشون میایستیم، هم جامعه ال جی بی تی در ایران جلوشون میایسته و هم مردم دیگه آگاه شدن و جلوشون میایستن، به حرف اینا دیگه گوش نمیکنن. در پایان خانم زر، مردم چطور میتونن نقش حمایتی داشته باشن و اینکه گروه‌های اجتماعی چطور میتونن با جامعه ال جی بی تی همراهی کنن تو این مسیر؟ مردم جامعه ایران از گروه‌های متفاوتی تشکیل شدن. هر کدوم از این گروه‌ها میتونن با اطلاع رسانی کردن همراهی کنن جامعه ال جی بی تی رو. به طور مثال معلم‌ها نقش مهمی دارن توی شکل گرفتن شخصیت افراد ال جی بی تی. شما تصور کنید که یک نوجوانی توی کلاس داری که احساس می‌کنید که این فرد به جامعه ال جی بی تی تعلق داره. به جای اینکه سرکوبش بکنید، تحقیرش بکنید، بهش فضا بدید، بذارید خودش بروز بده، بذارید بدون فضا امن براش. روانشناس هستید به این منوال، پزشک هستید به همین منوال. توی جامعه اگر میبینید تو خیابون یک نفر داره بغل شما رد میشه، این احساس امنیت بهش بدید. مردم عادی اینطوری میتونن، اما گروه های اجتماعی میتونن از این تواتری که وجود داره در هویت استفاده بکنن. جنبش کارگری حتما افراد ال جی بی تی توش هستن، در مورد حقوق جامعه ال جی بی تی حرف بزنن، اولویت بندی نکنن که بگن مثلا الان این حقوق در اولویت ما، همه ما باید با هم دیگه این مسیر رو پیش بریم. جنبش زنان، جنبش کارگری، هر کاری که توی ایران برای مبارزه با بی‌حقوقی و تبعیض داره انجام میشه، حقوق جامعه ال جی بی تی رو هم میتونه در بر داشته باشه. یعنی با این پیوند، با این اتحاد ما میتونیم خیلی جلو بندازیم این مسیر رو و حمایتگری خودمون رو نشون بدیم. بسیار سپاسگزارم از شما ملیکا زر، کنشگر حقوق جامعه ال جی بی تی کیو و از اعضای شش رنگ از آلمان. من توبا زکی پور از طرف خودم و رضا اکبانیان تهیه کننده این برنامه پژواک از شما تشکر می کنم.